باعث افتخار و خوشحالی هستش که من برگشتم به تهران و در خدمت شما هستم در این دیدار بسیار بسیار مهم. همونطور که جناب آقای معاون رئیس جمهور خدمت شما توضیح دادن، ما آماده هستیم تا کار رو به پیش ببریم. دیشب این فرصت رو داشتم و این افتخار رو داشتم تا در جلسه شرکت بکنم با حضور دانشمندان نخبه ایرانی که بسیار جلسه تاثیرگذاری برای من بود. دیروز دور اول مذاکرات و رایزنی های خودمون رو شروع کردیم و امروز هم جلسات ما ادامه داره. As we speak, the IAEA is not, has not been and will never be a political tool of anybody. شما از من سوال کردید که چه تضمین هایی رو میتونید به من بدید، به ما بدید که از آژانس به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نشه، و من میخواهم به شما بگویم که آژانس هیچ وقت به عنوان یک ابزار سیاسی ازش استفاده نشده و نخواهد شد، و میخوام این قول رو به شما بدم، یعنی این تضمین اونجا هست و تحت دستورالعمل هیچ کشوری ما کار نکردیم، شفاف عمل میکنیم. ما یک شورای حکام داریم، عملکرد ما تحت نظر هستش، بنابراین از کسی دستور نمیگیریم و این گونه صحبت ها در واقع از نظر من مضحک هستند و برای ما عمل کردن مهمه. ما زیاد به حرف زدن یا حرفای دیگران توجهی نمی کنیم. همونطور که جناب آقای اسلامی هم فرمودن، برای ما هم مهم هستش که با یک دیگر کار بکنیم تحت پادمان ها، در خصوص اون سانسیت کلاس که شما هم فرمودید مربوط به جی سی پی او ای یا برجام میشه، و البته مذاکرات احیای برجام در دستور کار قرار داره و ادامه داره پیدا میکنه، و البته این کاری که ما انجام میدیم و توافق خوبی که قرار هست که بهش برسیم کمک کننده خواهد بود به احیای برجام. Well, let me take then the first question. Thank you for that. Of course, being here, a part of always being good. حالا از بحث سفر و اینها که بگذریم، من همیشه از دیدار با همکار بسیار خوبم جناب آقای اسلامی استقبال میکنم و برای من رضایت بخش است. از نظر شخصی خواستم خدمتتون عرض بکنم. ولی بحث ما بحث کاری هست، بحث رضایت نیست، بحث ضرورت هستش. و اینکه ما میخواهیم که با ایران یک دیالوگ و گفتگوی جدی و سیستماتیک داشته باشیم. البته از سفر قبلی من به ایران یه مدت زیادی گذشته بود، این وقفه طولانی شده بود، در حالی که مسائلی بود که باید با یکدیگر صحبت میکردیم، و خوشحال هستم که این اتفاق افتاد و تونستم به ایران بیام و این فرصت به من دست داد تا بتونم در خصوص این مسائل با همکاران خودم در اینجا گفتگو بکنم. هر گونه اقدام نظامی علیه نیروگاه‌های اتمی کاملا محکوم هستش و کاملا غیر قانونی هستش و خارج از اون نرم‌های ساختاری هستش که ما طبق اون عمل می‌کنیم، و امیدوار هستیم که همگی بتونیم محافظت بکنیم از نیروگاه‌های اتمی، منظورم نیروگاه اوکراین هستش و البته تأسیسات اتمی دیگر. Very clear position that has been said not only by. و در واقع طی کنفرانس‌های عمومی آژانس اینها محکوم شده کاملاً، حمله به تأسیسات‌ها و نیروگاه‌های اتمی توسط آژانس محکوم شده است. Attack or threat of attack against nuclear facilities. So it is important that the Iranian society understand. از جامعه ایران میخوام که این رو درک بکنه که ما بر پایه همین توافقات و این در واقع MPT هستش که بازرسی خودمون رو انجام میدیم. من رو مقصر ندونید، من به عنوان مدیر کل آژانس اینطور نیستش که بخوام با یک کشوری با انصاف بیشتری برخورد بکنم و با یک کشوری دیگه بی‌انصافی بکنم. من نیستم که مشخص میکنم از کجاها باید بازرسی بشه. بر پایه اون توافقات و قراردادهایی که با کشورها داریم این کار رو انجام میدیم، و البته کشورهایی هستن که عضو MPT نیستن و اسرائیل هم جز اونها هستش، و بنابراین البته ما با اونها یک توافق متفاوتی داریم، و البته این فقط مربوط به اسرائیل نمیشه، با کشورهای دیگر هم هستش. و این رو میخوام روشن کنم خدمت شما که این من نیستم که تشخیص میدم و یا مشخص میکنم که با کدوم کشورها باید شدیدتر برخورد کرد و با برخی دیگر نباید اصلا برخوردی داشت.